درخور خور هم دو سنابار بار خداییست کریم که زخان کرمش بهره برد دیو رجیم نیک را ننمود از در احسان محروم سلطنت داد به فرعون و نبود و کلیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هشتم خوش آمدید به برنامه مکتب هادی و درس دلچسب و شیرین زبان و ادبیات دری به جلسه چهاردهم رسیدیم عنوان درس امروز ما شعری است از شاعر دوران معاصر خانم لیلا سراحت روشنی تحت عنوان من و تو در حوزه دستور زبان در بخش دوم میپردازیم دوستان در یک مفهومی در حوزه دستور زبان فرق میان پسوند و پسینه دوستان عزیز و گرامی کانال ارتباطی ما را در فضای مجازی دنبال کنید دو سف و و صد دو و و پنج، چهل سیزده. آماده دریافت نظر و پیشنهادات دوستان در حوزه درس زبان و ادبیات دری خواهیم بود دوستان عزیز به جلسه نو خوش آمدید شاید عزیز در جلسه قبل یک کار خانگی دادیم متناسب با دستور زبان درس قبل از شما خواسته بودیم که برای پسوندهای توصیفی و پسوندهای مکانی دو مثال ذکر کنیم خب گفتیم که اولا پسفندهای توصیفی و مکانی پسفندهای هستند که تحت عنوان پسفندهای کلمه ساز در این حوزه جای میگیرن یعنی پسفندهای صرفی نیستن خب آلی این پسفندها را که در واقع در جلسه قلب برای شما بیان کردیم تعدادش را گفتیم برخی را برای شما برشمردیم حالی دو پسفند پسفند توصیفی و پسفند مکانی را برای شما داده ایم و از شما خواستیم دو مثال برای هر کدام ذکر کنید خب ابتدا میگویم چی دوستان پسفند توصیفی یک پسفند توصیفی داریم و یک پسفند چی دوستان مکانی میخواییم دو مثال برایش ذکر کنیم خب در حوزه پسفند های توصیفی مانند چی دوستان مانند خوبتر خوب تر یا مانند چی دوستان؟ مانند غمناک غم ناک که قسمت دوم کلمه دوستان در واقع پسفند است از چه نوع پسفندی؟ پسفند توصیفی است که بیان کننده و توصیف کننده بخش اول کلمه است خب در حوزه پسفند های مکانی که بسیار مشخص است بسیار راحت است مثال ها بسیار فراوان است ما فقط دو ذکر دو مثال ها دوستان برای شما ذکر میکنیم خب پسفند مکانی مانند چی دوستان؟ مانند کودکستان کودکستان دیگه چی؟ مانند بلفرز میگویم دانش قده. دانش کده نگاه کنید قسمت دوم کلمه میشود شود پسفند مکانی پسفند مکانی پس دوستان براتون گفتیم یک بار دیگر ذکر میکنیم پسفندهای های توصیفی پسفند های مکانی در حوزه پسفند های کلمه ساز هستند و جای میگیرن و انواعی دارن و مثالهایش را در جلسه قبل برای شما بیان کردیم و امروز دوباره باز هم مرور کردیم خب شاگرده عزیز و گرامی وارد بخش اول درس جدید ما شدیم عنوان درس امروز ما شعری است تحت عنوان من و تو از شاعر معاصر خودمان خانم لیلا سراحت روشنی ابتدا زندگی نامه و بیوگرافی ایشان را مرور میکنیم و بعد شعر ایشان را نیز برای شما میخوانیم خب در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در خانواده منور الفکر یا روشنفکر فکر اشان به دنیا میاد در سال و 37 هجری شمسی اشان در این منطقه به دنیا می آیند و در یک خانواده بسیار بسیار عالم و بسیار فرنگ دوست و ادب دوست و شخصی است به نام سرشار روشنی که از شاعران بسیار مشهور و شهیر در دوره خود می باشد تحصیلات ابتدایی خود را در شهر چاریکار در همون ولایت پروان خود ادامه میدهد و در لیسه تحت عنوان لیسه ملاله است در واقع لیسه خود را اتمام میکند و بعد در کنکور شرکت میکند و در رشته زبان و ادبیات دری در دانشگاه کابل پذیرفته میشد لیسانس خود را میگیرد و بعد وارد منصب معلمی میشود ما بین سالهای 1360 تا 1365 اشان در منصب معلمی مشغول به تدریس میشند با غزل سرایی به دنیای شعر وارد می شوند در سال 1353 هجری شمسی اولین شعر خود را بیان می کند به طوری که بسیار از شاعران را مسهور و مجذوب خود می کند که شعر بسیار پخته در سن کم میگوید. نخستین سروده های وی با نام طلوع سز به کوشش انجمن نویسندگان افغانستان به چاپ میرسد نخستین اثر ایشان و نخستین سروده های ایشان دومین مجموعه شعر ایشان نیز با نام تداوم فریاد در سال 1370 در کابل به چاپ میرسد از ویژگی های اشعار خانوم لیلا سراحت روشنی دوستان میتوانیم از تعبیرهای نو و شورانگیز در حوزه شعر که با زبان بسیار صمیمانه و اندیشه های بسیار عمیق و ژرف بیان می شود اشاره کرد ایشان شعر خود را بسیار پخته بسیار بسیار دلچسب و عمیق بیان می کرد متاسفانه دو, دو, سال قبل از مرگشان دچار بیماری می شود سرطان مغز می گیرد و متاسفانه در سال 1383 هجری شمسی به درود حیات می گویند در کشور هلند و در واقع پیکر ایشان را منتقل می کنند به کابل و در امروزه در کابل مرقد ایشان مورد استقبال بسیاری بسیاری از شاعران و ادب دوستان قرار گرفته است خب های عزیز همون طور که گفتیم خانم لیلا سراحت روشنی از جمله شاعر نویسنده و ژورنالیست بسیار مشهوری در حوزه کشور عزیزمان افغانستان است متاسفانه به خاطر جنگ های داخلی که در افغانستان پیش می آید اشان مهاجر می و به پاکستان می و از پاکستان به اروپا می و در کشور هلند می مانند و تابعیت این کشور را می گره. و متاسفانه یکی از غم هایی که در ایشان همواره سرشار بود و ایشان را بسیار اذیت میکرد غم دوری از کشور و غم در واقع مهاجرت بود شعری که میخوانیم شعر من و تو شعری است که ایشان برای دوری از وطنشان میگوید من اشاره به خود شاعر دارد و تو به کشور عزیزمان افغانستان اشاره دارد که ایشان غم خود را این گونه بیان میکند من خوش که خوش که خوشکم تو رودبار جاری من یک سکوت سردم تو یک قفس قناری من شعله شکسته در آستان مغرب تو یک طلوع سبزی از شهر شب فراری من یک شب غمینم بی ماه بی ستاره تو بامداد روشن تو صبح یک بهاری در من ترانه ها بود شور جوانه ها بود در تو هوای جنگل در تو صفای یاری اینک شکسته بالم گمنام و بی جلالم. گم کرده آشیانم گم کرده برد باری گم کرده خیش خیشم دلریش ریش ریشم باور شکسته و زار تو باورم نداری من سرد سرد سردم بنشست چشم در راه تا تو برای دوست خورشید را بیاری تو رفته دور دوری بیزار از درنگی من بسته پا درختم تو رودبار جاری خب شاگردای عزیز وارد بخش دوم درس امروز شویم بخش دوم ما در حوزه قواعد دستوری فرق و تفاوت فیما بین پسینه و پسفند است نگاه کنید دوستان ما میخواهیم پسینه و پسفند را ببینیم که چه فرقی ف... فی ما بین این دو کلمه دارد بسیار شباهت های نزدیکی دارد ولی در عین که این دو کلمه از نظر ظاهری با یکدیگر شبیه هستند ولی تفاوت های بسیار عمده ای هم با هم دارد خب اگر نگاه کنید در تعریف خود پسینه و پسفند و نشانه هایی که دارد دوستان این تفاوت ها آشکار می شود. گفتیم پسینه چیست؟ پسینه در زبان دری تنها یک نشانه دارد پس نشانه پسینه چی بود در زبان دری دوستان؟ پسینه نشانش همیشه را بود هر زمانی که ما را را می دیدیم می گفتیم این کلمه کلمه چیست؟ کلمه پسینه است خب را پس از مفعول معرفه می آید که نشانه معرفه بودن است نگاه کنید پس نشانه مفعول معرفه در ساختار جمله زبان دری چیز دوستان راست رای پسینه خب مانند چی من کتاب را آوردم پسینه کدام کلمه است کلمه را میشود پسینه خب مفعولش چیست مفعولش میشود کلمه کتاب کلمه کتاب میشود مفعول چون را آمده و کلمه قبلش مفعول است و را موجود است در جمله پس مفعول ما چیه؟ مفعول ما مفعول معرفه است مفعول ما مفعول شناس است که ما او را میشناسیم اگر مفعول بدون پسینه بیاید یعنی چی؟ یعنی بدون حرف را بدون نشانه را بیاید در این صورت مفعول ما چه دوستان؟ مفعول ما در این صورت نکره می شود مانند چی؟ مانند می شیر خورد خب شیر خورد وقتی می که خب حالی کسی بوده شیر را خورده چه چیزی را خورده؟ چون گفتیم مفعول در جواب دو سوال می آید. چه کسی؟ چه چیزی؟ در نگاه شیر را خورد خب در جواب سوال چی می آید چه کسی چه کسی شیر را خورد نمیدانیم خب ممکنه نوزاد خورده باشه ممکنه طفل خورده باشه ممکنه انسان خورده باشه یا هر کسی دیگری خب چون بعد از شیر هیچ گونه نشانه در واقع پسینه نیامده حرف رای پسینه نیامده پس این مفعول ما که کلمه شیر می باشد دوستان چیه مفعول ما مفعول نکره خالی پسوند چی بود؟ میگویم پسوند کلمات نامستقلی هستند که به تنهایی معنا ندارن به تنهایی معنا ندارن ولی با پیوند به آخر کلمات مستقل به آنها معنای جدیدی میبخشد پس نگاه کنید دوستان پسینه 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 در داخل ساختار جمله به کلمه اضافه نمیشود دوستان به کلمه کاملا چیه جدایه ولی پسوند در ساختار جمله اضافه می شود، جمع بسته می شود با یک کلمه دیگر و یک معنای جدید و یک کلمه جدید را ایجاد میکند. گفتیم پسوندها دو نوع است یا پسوندهای صرفی داریم یا پسوندهای اشتقاقی که نام دیگر پسوند اشتقاقی چی بود دوستان؟ کلمه ساز بود. مانند چی؟ مانند ما مالا پسوندها انواعی داره دوستان، اشتقاقی ها انواعی داره، صرفی ها انواعی داره که ان برای شما بیان خواهیم کرد ولی یک نوعی از ها که ما برای شما میگوییم تحت عنوان شناسه است شناسه را تحت عنوان جزء متغیر در فعل میگویند که بون فعل در داخل جمله اضافه میشود و یک فعل جدید میسازد خب ها چی بود؟ مانند ام ای اد ایم اید ان نگاه کنید دوستان حال مثلا به طور مثال در فعل می نویسم می نویسم می نویس می چی دوستان؟ این می شود بون فعل ما حالی او امی که در انتهای می نویسم آمده او ام می چی؟ می شود پسفند می شناسه ما می نویسید قسمت ایدش که در انتهای می نویسید آمده این هم می شود چی دوستان؟ می شود پس تفاوت ما بین پسینه و پسفند این گونه دوستان برای شما بیان شد خب کار خانگی جلسه آینده در جلسه آینده از شما چه خواستیم؟ پسینه و پسفند را در جمله های زیر مشخص کنید دیروز مادرم نوزاد را شیر خورانید من کتاب به کتاب خانه هدیه دادم دو جمله برای شما آورده شده پسینه را مشخص کن پسفند را مشخص کن وقتی که مشخص میکنی پسینه را وقتی مشخص میکنی پسفند را فرق ما بین این دو کلمه برای شما مشخص میشود. خب شاید عزیز در پایان جلسه امروز رسیدیم. یک بار دیگر کانال ارتباطی ما را برای شما بیان میکنیم. دو سف نو سد آماده دریافت نظرات پیشنهادات شما عزیزان در مضمون زبان و ادبیات دری هستیم عزیزان جان تا جلسه دیگر همه شما را به الله پاک میسپارم خداوند یار و نگهدارتان